چهره کاریزماتیک ظاهراً و مصمم است تا یک بار دیگر طالبان را به چالش بکشد. ترامپ ساعت بعد از پیروزی در انتخابات آمریکا سخنرانی کرد. تأکید ترامپ بر سیاست آمریکا در خاورمیانه به ویژه در آسیای میانه روی افغانستان متمرکز بود. از همان ابتدا، از نخستین روزهای کمپاین انتخاباتیش، افغانستان در میراق توجه ترامپ قرار داشت. تمرکز او روی پایگاه نظامی بگرام دغدغه‌ای بوده است برای طالبان. از افغانستان من هم در دوران خود می‌خواستم خروج انجام شود، اما نه به این گونه. می‌خواستم آخرین سرباز با عزت و اقتدار از افغانستان خارج شوند و بگرام را نگه داریم. پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه نظامی در جهان است. سنگین‌ترین هواپیماها از رنوی بگرام می‌توانند پرواز کنند. ترامپ در گرد همایی از علاقه خود برای دوباره بدست گرفتن پایگاه بگرام همواره سخن زده بود. از اینکه یا با طالبان معامله کرده و پایگاه نظامی بگرام را یک بار دیگر بدست خواهد گرفت و یا همراه دیگره. هرچند برگشت آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان دور از تصور است، اما نظر به علاقه ترامپ بر پایگاه بگرام ناممکن نیست. رسانه‌ها به من ایراد گرفتن، گفتن چرا با شرف میزنی؟ گفتم برای اینکه اونجا دارن سربازای ما رو میکشن، باید با کسی که متصدی این قضیه است صحبت کنم. بهشون گفتم دیگه نکشین یک آمریکایی رو. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان چند پیش در واکنش به سخنان ترامپ گفته بود اکنون افغانستان تحت اداره و کنترل صاحبان اصلی و واقعی خود قرار دارد. هیچ قدرتی، حتی آمریکا، نمیتواند بدون اجازه امارت اسلامی به افغانستان برگردد و سعی در دوباره پس گرفتن پایگاه نظامی بگرام داشته باشد. او د اسلام او وطن هر حق دشمن، هر حق دشمن چیا و اسلام ته تاوان رسوی او ضربه ورکوی او یا مرزوستاسی د وطن په مخالفت کی او یا د وطن په خلاف یو څه کوي د هغوی مقابله وکوي. این امارت اسلامی است که اجازه می‌دهد منبعد افغانستان چگونه کنترل شود. طالبان در واکنش به برگشت دوباره آمریکا به ویژه پس گرفتن بگرام گفته بودند و هنوز هم می‌گویند اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی به تاریخ پیوست. بهتر است آمریکا یا هر کشور دیگری که مصمم بر حضور نظامی در افغانستان است از خواب بلند شده و در واقعیت زندگی کنند. و واقعیت امروز افغانستان همین است که اکنون مجاهدین امارت اسلامی حاضرند برای تمامی ارضیت افغانستان خود را فدا کنند. محترم وزیر صاحب دفاع ملی، زید و امبرد من محمد علی جهد اخذ دیپلوم خیش حاضر می باشم. اکنون افغانستان توسط افغانهای داره می شود و قرار نیست یک بار دیگر افغانستان لانه کشورهای بیگانه قرار گرفته و افغانها را به دلایل مختلف قربانی کنند. او دا مقابله به مور او تاسی دوامدار که او تر حقوب که او تر چوچی جوندی و هیچ کلا بستریکی جونه، هیچ کلا با مایوسکی جونه، هیچ کلا با پتکلیفکی جونه. نباید لوژ را بانی وغمیجی، نباید تند را بانی وغمیجی، نباید ستریا را بانی وغمیجی. ترامپ معتقد بود سیاسون پیشین افغانستان فاسد بوده و پولهای آمریکا را هدر دادند و تنها سیاستمدار افغان که بارها در مورد او صحبت کرده است ملا برادر بوده. و اگر قرار باشد پایگاه نظامی بگرام از سوی آمریکا تصرف شود، از راه گفتگو، آن هم گفتگو با ملا عبدالغنی برادر، رئیس طالبان خواهد بود. ترامپ بارها در سخنرانی از ترس و حراس ملا برادر از خودش گفته است، اما طالبان گفتند در زمان درست مکالمه های تلفنی ترامپ و ملا برادر و طالبان را رسانه‌ای خواهند کرد و در آن زمان معلوم خواهد شد که ترس و حراس بیشتر چه کسی را نشانه گرفته است. من با رئیس طالبان صحبت کردم، شما این داستان رو شنیدید، هنوز رئیس طالبانه. و رسانه‌ها به من ایراد گرفتن، گفتن چرا با شرف میزنی؟ گفتم برای اینکه اونجا دارن سربازای ما رو میکشن، باید با کسی که متصدی این قضیه است صحبت کنم. بهشون گفتم دیگه نکشین یک آمریکایی رو، برای اینکه در طول دوره اوباما بسیاری از سربازان و شهروندان خوب آمریکایی از فاصله دور تیراندازای اینا رو می‌کشتن. بهشون گفتم اگر که یک آمریکایی دیگر رو بکشید
طوری شما رو میزنیم که در تاریخ کسی رو نزده باشیم. و گفت میفهمم عالی جناب. به من میگفت عالی جناب. از خودم میپرسم آیا به دیگر رهبرهای کشور ما میگه عالی جناب؟ خارج شد از افغانستان، همه چیز رو براشون گذاشت و الان افغانستان یکی از بزرگترین فروشنده‌های سلاح شده. میدونین چی میفروشن؟ سلاح‌های نو، سلاح‌های عالی که ما بهشون دادیم رو میفروشن. به من گفتش که چرا؟ تصویری از خونه من به من نشون بده. بهش گفتم که از تیم خودت بپرس، یکی از زنات. و برای 18 ماه یک حمله نداشتیم به یک سرباز آمریکایی از طرف طالبان. 18 ماه. این در حالی است که طالبان از 3 سال به این سو و شدت در حال ساخت و ساز جاده‌های افغانستان به ویژه پایتخت هستند و در صدد ساخت کابل پاک و پیشرفته. دیده شود وعده‌های ترامپ برای باز پس گرفتن بگرام به کجا خواهد رسید و طالبان چه خواهند کرد. جمعیت شعار میدن آمریکا. میخوام تشکر کنم از همه شما. اینا همه دوستای ما هستن. مک خواهیم کرد که کشورمون التیام پیدا بکنه. ما کشوری داریم که نیاز به کمک داره. بدجور نیاز به کمک داره. مرزامونو درست میکنیم. همه چی رو درست میکنی در این کشور. ما امروز تاریخ رو ساختیم و این دلیل داشت و دلیلش هم همین دلیل بود. ما تونستیم بر تمام موانع فائق بشیم، موانعی که هیچ کس فکر نمی‌کرد بتونیم بر اونها فائق بشیم. ما به بزرگترین دستاورد سیاسی نائل شدیم. ببینید چه اتفاقی افتاد. هر روز برای شما خواهم جنگید با هر ذره انرژی که در بدنم وجود داره. آرام نخواهم گرفت تا بتونیم یک آمریکای پیشرفته و آرامی رو برای فرزندانمون، آینده‌ای که شما سزاوارش هستی رو به شما بدم. این یک دوران طلایی آمریکا خواهد بود. امروز ما آراء مردمی رو هم بردیم که اینم خیلی عالی بود.